بكى الإحسان بدمعه. بفرمة سلام عليكم. بفرمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اما مطلب اول که فرمودید یه روایت صحیحه داره، صحیحه ابن ابی نصر بزنطی از حضرت رضا علیه السلام، بلا اشکال سندش صحیحه. اون از روایاتیست که ظهور در حرمت داره، اینجور نیست که فقط شهرت باشه، نه، یک دون تو این روایات یک روایت صحیحه داره، صحیحه بزنطی از حضرت رضا علیه السلام، تو وسائل داره. پس روایت صحیحه تو سند داریم ما. وقت شهرت میتونه مؤید باشه. و اما مسئله دوم، ما در روایات دو عنوان داریم، یکی حلق داریم که حالا بگید اونجا حلق صدق نمی کنه، اما یه عنوان دیگه داریم، اعف اللحا، یعنی رها کنید، نگفتن حلق نکنید. وقت این که هر روز بخواد حلق کنه، این حلق صدق نمی کنه، چون چیزی نیست. برخلاف امره که امر ظاهرش وجوب، اعفو یعنی رها کنید، اعفو الله، لذا از هر دو جهت گیری نداره ظاهرا. نعم في كتب البلاغة مثل كتاب المطول، كتب أطول، حتى كتب البلاغة المختصرة مثل مختصر المعاني، يذكرون أن الحصر قسمان، حصر حقيقي وحصر إضافي يعني بالنسبة. وفي القرآن الكريم أيضا موجود مكرر حصر إضافي، في بقية الروايات أكو هذا من الحصر الإضافي، قول الإمام الحسين صلوات الله عليه، ولذا إشكال ما مو معناه أنه هذول أفضل من كل المقربين من رسول الله من أمير المؤمنين صلوات الله عليهم أجمعين، يعني هذا حصر إضافي. علي صلوات الله عليه وسلم خير البشر، يعني حتى خير من رسول الله، هذا إضافي. وأمثاله في القرآن الكريم هم مكرر موجود، هذا نوع من البلاغة، نوع من الفصاحة. نعم العفو لحظة بس بالمقدار الذي لا يكون إهانة شك به، لا، هذا نوع احترام.
دلیل داره 60 مسکین اگر به یه فقیر 60 بار داد میشه 60 مسکین، میشه یه فقیر 60 بار داده، باید به 60 تا بده. بله اگر 10 تا کفاره داره به این 60 تا به هر کدومی میتونه 10 تا بده، اما با هر کدومی و با 60 برای هر کفاره 60 مسکین باید به 60 تا فقیر داده بشه. دلیل گفته 60 تا، نه یکی، نه 10 تا، نه 20 تا. او هیچ اشکال نداره، او اجماعیه که اشکال نداره، یعنی 10 تا کفاره گردنش 60 مسکین، یه 60 مسکین 10 تا 10 بار بهشون میده، اشکال نداره. نه به یکی نمیتونه 60 تا بده، یک ماه تکرار شده. اینا میخوام یک ماه بدم به اینا همینا میام. مال اشکال نداره، اشکال نداره، همون یک شستا رو 60 بار 100 بار بهشون بده، کفاره های متعدده، اشکال نداره. اون اجماعیه که اشکال نداره. بله آیه شریفه می‌فرماید لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. اسوه یعنی سرمشق به فارسی، اسوه یعنی تعلموا منه. خودشون هم فرمودن خذوا عنی مناسککم در حج، فرمودن صلوا کما رأیتمونی اصلی. اون در حج، اینم در نماز، قرآن کریم مطلق فرموده در همه چیز پیغمبر خدا اسوه هستن صلی الله علیه و آله. این بحث اگه خواستید مفصل ببینید آخرای جلد اول قوانین مفصل، چند صفحه مفصل صحبت کرده، 5 قولم درش هست اونجا ذکر کرده. اما اونی که مشهور بین فقهاست عملا از کتب شیخ مفید و شیخ طوسی بگیرید تا به امروز، اصل اولی در تأسی وجوبه. اگه معلوم شد وجهش به خاطر یک ارتکاز، به خاطر یک اجماع، به خاطر یک دلیل لفظی، خب طبقه همون میگیم این مستحبه چون دلیل داره، این مباحه، این اگر نه هر کاری پیغمبر صلی الله علیه و آله انجام دادن اصل اولی اینه که میگیم این کار واجبه، مگر ثابت بشه که مجاجب نیست. بله گفتن به خاطر تخصص یا به خاطر انصراف که دویوم اصحه، عادیات خارج ازشه، یعنی اون چیزایی که معلومه به حساب عادت پیغمبر انجام دادن، نه به خاطر اینکه این مستحبه یا واجبه. مثلا عرض کردم اگر کسی، روایت من ندیدم، اگر کسی شمارش کرد، حساب کرد که پیغمبر صلی الله علیه و آله که لقمه که تو دهنشون گذاشتن 20 بار جویدن تا بلعیدن، مثلا اینو بگیم از مستحبات، نه توی عادیه، شاید یه بار یه لقمه سخت‌تر باشه 25 بار بجمنش. چیزهایی که محرزه، مسلمه که عادیات، اینا خارجه ازش.
یعنی منصرف گرد لفظ اطلاق داره اما منصرف ازش. اما غیر این هر چیزی که معلوم نبود وجهش و احتمال وجوب درش داده می شد بگیم واجبه. و این فقها این جواهر رو نگاه کنید، کتب قبلش، کتب بعدش، شرح لمعه، ریاض، کتب شیخ طوسی، کتب علمی، استدلال. اون فعل زبان نداره اما آیه قرآن لفظه و این زبان داره. آیه قرآن فرموده لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. میدونم هر جایی که دونستیم پیغمبر این عمل را به عنوان جواز انجام دادن یا به عنوان استحباب فبها. اما اگر نه، اگر ندونستیم، اگر هر جا محرز بود که استحباب فبها، هر جا محرز بود که جواز فبها. اما جایی که احتمال عمل لفظ نی، عمل که لفظ نی، اما آیه شریف اطلاق داره یا نه؟ لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. میگم آیه اطلاق داره یا نداره؟ آیه اطلاق داره یا نه؟ وقت ظهور در وجوب نداره؟ کان لکم اسوه یعنی پیغمبر اسوه هستن، یعنی هر کاری که کردن شما انجام بدید. بله، اما شما عرض کردم آخر جلد اول قوانین صاحب قوانین چند صفحه نه اقوال رو نقل کرده، چند صفحه صحبت کرده. یه قولم که عملا مشهور فقها تو بقیش استدلال میکنن، میبینید تو جواهر مکرر داره للتأسی. یعنی چی؟ میگه واجبه. خود میرزای قمی که فرموده قائل به وجوب نیست، تو کتب فقهی میرزای قمی، من یه وقتی چند تا مثال نقل کردم، میرزای قمی میگه فلان چیز واجب است للتأسی. یعنی چه للتأسی؟ یعنی اصل در تأسی وجوبه. اما آیه شریفه که لفظ ظهور در وجوب داره، لفظ دیگه. بله این یه قوله. یکی از قائلین میرزای قمیه که تو فقه مکرر خود ایشون پابندش نشده. در این جور جاها اگر لوث باشه ادله خاصه داره، قسامه میخواد یا 50 نفر قسم بخورن یا 25 نفر هر کدومی 2 بار قسم بخورن یا 10 نفر هر کدومی 5 بار قسم بخورن یا 5 نفر هر کدومی 10 بار قسم بخورن، قسامه. اگه قسامه نشد
یعنی مورد ندوش قسامه، نوبت میرسه به قاعده عدل و انصاف. عدل و انصاف یعنی تقسیم میکنن دیه رو بر اینها. اگر اونا پول نداشتن، نداشتن که بدن، بعضی فقها ها گفتن قرعه و قرعه میزنن. اما اون فقهایی که قرعه را قائل نیستن، مگر در جاهایی که عمل مشهور به قرعه شده باشه، که برداشت منم همینه، این میشه دیش در بیت المال. امام مسلمین که تو روایات هم داره که اون باید اینجور جاها را از بیت المال بده. اگر نبیان یکی دیگه از این قبیله بکشن، با اینکه معلوم نه قاتل کیه، نه حرامه، جایز نه. نعم. القراءة الزائدة ناقصة قليلة اللي متعارف، يعني بالألف واحد ما تجد لعله 100 يقرون القرآن كله صحيح. إذا الغلط نادر ما يخالف، أما إذا لا الغلط كثير، لازم إما يقرأ تلك الآيات صحيحتان ولو بعدين، أو يسترضي من استأجره. أدري إذا نادر هذا الغلط ما يخالف، المتعارف يرجع إلى العرف. أما إذا الغلط كثير لا، مو كافي، إما يسترضي من اللي استأجره وانطاه فلوس واستأجره، أو يتبع يشوف شنو غلط قاري، يكرر قراءة تلك الآية صحيحتان. لنقل الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي أنها بذلك روايات، قالوا فيها روايات، ولكن هم رضوان الله عليهما رموا صاحب تلك الروايات، أصحاب تلك الروايات بالغلو. فهذا حدث من الشيخ، من الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي رضوان الله عليهما، وحسهما نقلهما الروايات. الحس معتبر، ولكن حدسهما معتبر فقط لمن يقلدهما في زمان حياتهما، مو معتبر لمن يأتي بعد حياتهما، لأنه تقليد المجتهد الميت ابتداء لا يجوز، وليس معتبرا لفقيه آخر سواء في زمانهما أو بعد زمانهما. بلي، جزء مستحب، مثل القنوت في الصلاة اللي جزء مستحب، مستحب في مستحب. بلي. وعليكم السلام. أهلا وسهلا، هنيئا لكم. سلام الله عليه. هنيئا. أهلا وسهلا فيكم البركة، إن شاء الله تعودون سالمين غانمين إلى سالمين غانمين. أهلا وسهلا، أهلا ومرحبا. بلي. نعم. شنو؟ نعم. جائز، خل الكل جائز، حتى الجيران حتى الآخر واجب. الوجوب محل خلاف، شوفوا بالعروة المسألة موجودة. المشهور بين الفقهاء أنه فقط للأب، أنا هم هذا نظري، يعني ما فات عن الأب من الصلاة والصوم يجب على أكبر الأولاد أن يصلي ويصوم، أما ما فات من الأم، بعض الفقهاء قال بس مو ثابت عندي، وأنه لا مو واجب. نعم مستحب هذا.
نه حرام عده نداره. ایرس که همه میبرد چند نفر، اما این صلات برای اکبر چی فلسفه واجبه؟ فلسفه احکام و هرچی رو گفتن ما بلدیم، هرچی که نگفتن که نمیدونیم. اما یکی از توجیهاش اینه که مقابل حبوه است، چون حبوه برای ولد اکبره به بقیه ورثه نمیدن. آه تو کتب رساله های عملیه داره. این پدر که میته مرده، اگه یه قرآن داره، یه شمشیر داره، یه اسب داره، اینا مال ولد اکبر، به همه داده نمیشه. قدیم اینجوری بود، الان نه شمشیر دارم نه اسب دارم. خب حالا اگر قرآن داره، بعضیا گفتن سلاح امروز جای شمشیره، ماشین جای اسب، بعضی گفتن بعضی. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.